درود دوستای خوبم، هنگام هستم، با آشپزخونه من خوش اومدید. امیدوارم کلی حالتون خوب باشه دوستان. امروز اومدم کنار هم دیگه دسر درست کنیم. یه دسر خیلی خوشمزه و مقوی هستش، دسر خرما و پنیر هستش. یه دسر متفاوت و خیلی طعم عالی داره. حتما تا آخر ویدیو کنار من باشید. من همه نکات مهم درست کردن این دسر رو بهتون میگم. ویدیو رو لایکش کنید، بریم با هم درستش کنیم. برای درست کردن دسرم نیاز داریم به یک لیوان سرپر خرما که هستش رو گرفتم. نیاز نیست که بخوای پوست خرما رو جدا بکنی چون پوره میشه، و نصف لیوان شیر. حالا با هر وسیله‌ای که دم دستتون هست پورش کنید. شیر رو هم بهش اضافه میکنم. توی ظرف مناسب 4 تا قاشق غذاخوری آرد و 4 تا قاشق غذاخوری نشاسته ذرت رو الک میکنیم. شیش تا قاشق غذاخوری شکر رو اضافه میکنیم. و در نهایت یک لیتر شیر رو میریزیم و یک دستش میکنیم. مایه دسر رو میذاریم رو حرارت متوسط تا قوام بیاد. وقتی که قوام اومد و به این شکل شد 5 دقیقه دیگه میپزیمش. بعد از 5 دقیقه که پختیم پوره خرما رو رو حرارت خیلی ملایم بهش اضافه میکنیم و یک دستش میکنیم. حرارت رو خیلی ملایم کنید، بعدا خرما رو بهش اضافه کنید. بعدش هم بهش 250 گرم پنیر خامه ای، مدل یک لیوان سرپر هستش پنیر خامه ایمون، بهش اضافه میکنیم. باز هم رو حرارت خیلی ملایم پنیر رو هم میزنیم تا کامل آب بشه پنیرمون داخل مایه دسر. و ببینید دوستان، غلظت مایه دسرمون رو، این دسر غلیظ‌تر از پودینگ و فرنی هستش. فکر نکنید که رقیق‌تر از این باید باشه. آخرین مرحله، نصف لیوان گردو که خوردش کردیم بهش اضافه میکنیم. میتونید گردو رو حذفش کنید، ولی چون تو رسیپی اصلی هستش منم بهش اضافه کردم و طعمش رو هم فوق‌العاده میکنه. دسرمون آماده شد دوستان، می‌ریزیم تو ظرفای سرومون. این دسر واقعا خوشمزه است و مقویه. بعد از اینکه ولرم شد بذارید توی یخچال 2 ساعت بمونه. به سلیقه خودتونم دیزاین روش رو انجام بدید و نوش جان. مرسی که تا آخر ویدیو کنارم بودید. امیدوارم درست کنید و از طعم بی‌نظیرش لذت ببرید. ویدیو رو با دوستای خودتونم به اشتراک بذارید. سابسکرایب به کانالم یادتون نره. کلی دوستتون دارم و ویدیوی بعد همدیگه رو می‌بینیم.